بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو آموزشی میخوام دیالوگ پیج ستا براتون کار کنم. در قسمت پیج ستا به خود دیالوگ در قسمت مهم و قبلا شما مارجنز و پیپر و اورینتیشن رو دیدین. این بار یک کمه دیگه میخوام کار کنم، یعنی مزید چند آپشن دیگه است. یک بار ببینیم. همتون میفهمید که حاشیه یعنی سفیدی از اطراف صفحه است، یعنی از سمت بالا قیمت میدین، از سمت بالا فاصله میه، سمت راست و چپ پایین صفحه. یعنی هیچ نیازی نیست که اوکی کنیم تا ببینیم، بلکه یک نمونه کوچک شده قسمت پریویو دیده میتونیم. خب فعلا نمیخوام که دیگه ازت بحث کنم به قسمت گتر می. گتر در اصل یک فاصله است در قسمت چپ، چون پوزیشنش لفت است، در چپ فاصله انتخاب کردیم تا موضوع را سنجاق کنم، یعنی فاصله اضافی برای سنجاق گتر ما شما می. دیگه مالتیپل پیجز است، بفعلا شکل نورمال با خود داره. میرر مارجن انتخاب کردم مثلن مثل که در سابق تا خود مارجنز هم بود. این دیگه ما شما اینساید آفساید داریم. تو پیجز پرشید است، یعنی دو صفحه به شکل عمودی اگر اجرا کنیم تقسیم کنیم یک صفحه و مانند کتاب بوک فولد انتخاب میکنیم. برعکس کتاب ریورس بوک فولد انتخاب میشه. آپشن داریم شیتس پر بوک لیت و هر ورقی که دوست دارین انتخاب کرده میتونین، بلکه یادتان باشه هر دیزاینی که از اینجا انتخاب میکنین تاثیرات مستقیم در چاپ وجود داره. یعنی اگر ما شما انتخاب کنیم صفحه 20، مطلب شهست که صفحه اول و صفحه 20 یک جا چاپ میشن، یعنی در پهلوی هم قرار میرن و چاپ میشن. خیلی خوب، بفرین دوباره نورمال سلیکت میکنم تا محل اپلای تو فاشان و بازم مثل قسمت کالمز ما شما هول داکمنت داریم، یعنی تغییرات و تنظیماتی که انتخاب کردیم در تمامی صفحات باشه یا فقط در می صفحه و یا میخوان در تمامی داکمنتس باشه. پس ست از دیفالت کردن بتونین هر صفحه که کنترل ان کنین همی تنظیمات خواهد داشتن که ما این کار نمیخوایم البته. خب دوباره من این کنسل میکنم، دوباره پیج سیتم دیگه پیپر داریم، یعنی ورق داریم. اسم ورق چی باید باشه، عرض ورق چقدر باشه و طولش، و میتونیم به دلخواه خود هم قیمت بدیم. گرچه هر ورق که شما سلیک کردین میتونیم که اندازش رو بخوانیم، مرکه تغییرات هم وارد کرده میتونیم. در قسمت پیپر سورس منبع ورق هست، یعنی ورق هست کجا تغذیه کنیم و سپس چاپش کنیم. هر پرینتر متفاوت می باشه. یک پرینتر لیزر جت فرض کنیم که هاوی 3 جاب است، پس در اون صورت 3 تری برتن فعال میشه. و اگر پرینتر شما هاوی 1 جاب است، پس نیاز نیست که از این آپشن استفاده کنیم. خب حتی فرض میکنیم پرینتر داریم که هاوی 2 جاب هستن، یعنی دو روق داره که ورق میگیره و چاپ میکنه. ورق سخت گذاشتیم با خود کور پیج، یعنی پوش اسناد که در صفحه اول ماست، پس 3 یک انتخاب میکنیم. صفحات نورمال میخوایم از بخش دوم چاپ شود، یعنی روق دوم، پس 3 2 انتخاب میکنیم. اوکی، و محل تغذیه ورق ما تفاوت خواهد داشت. میرسیم در سوی لی آوت میرسیم و سوی سیکشن ستارت میرسیم. در این قسمت میریم یک سیکشن میزنم با کمک بریکس و کنتینیوس. با خاطر که ببینیم در اینجا کنتینیوس سیکشن هست، در هوم میرم پروگرام مارکر فعال میکنم. همونطور میبینیم که سیکشن ما شما ساخته، بگم آیا میتونیم این رو تغییر بدیم؟ یک سوال دیگری هست. پس اگر میخوانی این رو تغییر بدیم از کنتینیوس به نیکس پیج، پس کارتون آسان است. پس نیو پیج انتخاب میکنیم، اوکی رفت شان میتونم. پس تانستم که ایره نیکس پیج بسادم. و یا اگر میخواییم که پس صفحه سابقیش باشه با جای نیکس پیج، میتونیم کندیلی سلیک کنم، اوکی را درش کنم. و یا فرض کنیم بفرین صفحه یک هستیم، پس صفحه دیگه ایش باید تاق باشه. حتما در پیج ستاب برین و میتونیم در ایخ سلات انتخاب کنیم اوت پیجز، اوکی رفت شان میتونیم صفحه یک و تقریب صفحه سی خواهد بود. و در تعداد مجموعی فقط دو صفحه هستن. خب یعنی خلاصه این مطلب این است که شما سابق فقط سیکشن ایجاد میکردیم، بگم این بار ما او را تغییر هم میدیم. دیگر رسیدیم در قسمت سیکشن دایرکشن است، جهتش لفت رایت است و صفحه بندی هم لفت رایت میباشن. فرض کنید که دو کالم شما انتخاب کردن و حال موضوعات نمیخوان از این سمت شروع شوه بلکه از سمت راست شروع شوه، پس کافیست که رایت تو لفت سلیکتش کنین، اوکی را درش کنین. موضوع در سمت راست سوی چپ ختم میشن. دیگه ما شما داریم سپریس این نوتس که انشالله در خود رفرنس خواد خواندین که این نوتس چی است و چطور آف میشه از یک سیکشن
و میره در آخر اسنا انشالله. دفرن اودن ایون صفات جفت تاقما متفاوت میشه که این موضوع را شما در هدرس خواندیم و اگه صفحه اول متفاوت تر بزن میتین پس دفرن فرس بجه فعال میکن و فرام ایج میتین از قصد بالا یک مطر فاصله ایجاد کنین بخاطر هدر و انشر بخاطر فتر از پایین فاصله ایجاد میکن. دیگه ورتیکل الائمنت ما شما داریم صفحه را نام میکنم و موضوع را تایپ میکنم. متوجه میشه که هر موضوعی که من نشته میکنم همون بالای صفحه قرار میگیرن. پس این بار میخوایم موضوعاتی که اینجا درج است مرکز صفحه قرار بگیره یا پایین صفحه. در اون صورت میام در قسمت vertical alignment center select میکنم، اوکی را درج میکنم. اگه سمت پایین میخوایم باتم اوکی، و اگه میخوام در بین صفحه تقسیم شوه حتما justify selectش میکنم، اوکی را درج میکنم. در قسمت page setup دیگه باز هم apply تو هست کجا عملی میسیدین لاین نمبر در شما در ویدیو سابقه کار کردین و بارن هم حاشیه است که در ویدیوی دیزاینش با خوانده. ای بود پیج ستاپ.